برای نویسنده دوری از وطن یعنی دوری از کلمات یعنی دوری از جایی که براش می نویسه نسیم خاکسار یه نویسنده است یه نویسنده در تبعید ترانه یه تبعید رو ببینید سلام حسن سارچو هستم خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات تبعید مهاجرت یا به هر شکل دیگری در قربت قرار گرفتن همیشه برای یه نویسنده یا یه شاعر که دلش میخواد به زبان مادریش بنویسه مثل دور شدن از حواس اما در جریان برخوردهای خشونتبار بعد از انقلاب بسیار از نویسندگان و روشنفکران عموماً چپگرا مجبور به ترک ایران شدند نسیم خاکسار یکی از این نویسنده ها بود آقای خاکسار اهل آبادان هست و قصه های او در اوایل انقلاب بسیار شناخته شده بود او حالا سالهای ساله که در هلند زندگی میکنه فیلم ترانه تبعید که در برنامه این هفته آپارات میبینیم درباره اوست یوهان آلبرت یانسن روزنامه و فیلمساز هلندی در این فیلم ماجرای سفر نسیم خاکسار برای بازگشت به مسیر گریزش از ایران در سه دهه پیش رو به تصویر کشیده او در این سفر به مرور خاطراتش میپردازه آقای یانسن حدود 20 سالی هست که به عنوان فیلمساز مستقل و روزنامه‌نگار در هلند کار میکنه و در این مدت مستندهای زیادی رو هم به بیش درباره نویسندگان و شاعران مختلف ساخته برای صحبت در مورد این فیلم از سه صاحب نظر دعوت کردیم که در برنامه این هفته با ما باشند فرشته ی احمدی پروفسور جامعه شناسی از دانشگاه یبله سوئد حسن فرهنگی نویسنده و روانشناس ساکن لندن و همینطور امید شمس محقق و صاحب نظر در مطالعات فرهنگی هر سه شما خیلی خوش اومدید به برنامه این هفته یه آپارات خب به اتفاق شما فیلم رو میبینیم بعد بعد از دیدن فیلم درباره یه فیلم ترانه طبیعی صحبت میکنیم فیلم رو ببینیم اول فیلم ترانه تبعید رو دیدیم ساخته یوهان آلبرت یانسن روزنامه‌نگار و فیلمساز هلندی یه پورتری تصویری آرام و دلنواز درباره مفهوم تبعید فیلمساز در این فیلم به خوبی تونسته تنهایی نویسنده و دور بودنش از فضای محیطی رو که درش زندگی میکنه به خوبی به تصویر بکشه و در این حال به شدت در فیلم از پرگویی اجتناب کنه تصویربرداری درخشان و تدوین خوب از جمله ویژگی‌های این فیلم بود فیلم از یه منظر به جز اینکه یه پورتری شخصی از یک نویسنده بود نگاهی هم داشت به مفهوم زیستن در تبعید و در غربت برای صحبت در مورد این فیلم فرشته یه احمدی پروفسور جامعه شناسی از دانشگاه یبله سوئد حسن فرهنگی نویسنده و روانشناس ساکن لندن و همینطور امید شمس محقق و صاحب نظر مطالعات فرهنگی در سینمای کوچک آپارات با ما هستن خیلی خوش مجدد میگم به شما گفته که در برای فیلم بذارید از شما شروع کنم خانم احمدی فیلم برای شما چطور بود؟ خب از این نظر که فیلم زندگی یکی از نویسنده های مهم ما رو نشون میده که متاسفانه مجبور شده وطن خودش رو ترک کنه و در واقع در شرایطی که شاید دوست نداره زندگی کنه و زندگی بسیاری از شاید نویسنده های ما و افرادی که جامعه رو ترک کردن جالبه اما از نظر من بعد از این سی سال اگر این بخواد فیلمی باشه که مسئله مهاجر بودن رو نشون بده فیلم یه مقداری هم کلیشه است هم در واقع اکتوئل نیست و در واقع نمیتونه نشون بده اون مشکلی رو که شاید پناهندگان یا مهاجران امروز دارن و یک سوال اساسی مطرح میشه که چرا تنهایی و چرا هنوز احساس غریبه بودن و من دوست داشتم که بعدا سر این مسئله صحبت بکنم چون اگر ما برگردیم و ببینیم که بسیاری از نویسندگان کشورهای دیگه هستند که خیلی تونستند که توی جامعه ای که بعدا به اون جامعه اومدن در واقع آشنا بشن و نویسندگان اون کشورها بشن ما میدونیم که مثلا بسیاری از نویسندگان توی فرانسه کسانی بودن که از کشورهای آفریقایی یا کشورهای دیگه اومدن که امروز اصلا خیلیا نمیدونن که حتی اینا در واقع مهاجر بودن و مهاجرت یک مسئله که بسیار قدیمی و بسیاری از ما از نویسندگان و هنرمندان جهان عموما مهاجر بودن و چرا در مورد ایرانیان و این مسئله یک نفر یک بخشی هست از ایرانیان که نتونستن در واقع خودشون رو توی اون جامعه حالا ادغام بکنن و بتونن بشن نویسنده اون جامعه و همیشه شدن نویسنده تبعیدی خب برمیگردیم به شما ببینیم که چرا این اتفاق افتاده و چرا اینجوری هست بذارید از آقای فرهنگی بپرسیم آقای فرهنگی فیلم برای شما چطور بود یک شیوه و تکنیکی از روایتگری رو به استفاده کرده بود ساز که در اون شخصیت مقابل دوربین در این حال خودش قصه خودش رو میگه به روایت اول شخص و در این حال هم زندگی خودش به تصویر کشیده میشه این روایتگری و ساختار شما چطور دیدید؟ ارز کنم خدمت شما که این فیلم به نظر من در مورد شخصیت های متعددی که من فیلم دیدم تا به حال یکی از درخشان ترین فیلم هاییه که دیدم و عملا هم از نظر ساختاری اون نقاط قوت بسیاری داره که من در موردش صحبت خواهم کرد هم حوزه های روانشناختی رو پوشش بسیار عالی داده و هم از نظر تکنیکی و پاساش که ایجاد کرده و یا وارد تونل شدن و قصایی رو که داره روایت میکنه اونقدر فیلم درخشانیه که من در مدت دیدن این فیلم حتی یک پلن اضافه هم ندیدم ساختار داستان که حیفم میاد در موردش صحبت کنم این داستان داستان دوریه از نظر روایت کری. یک داستان دوری معمولا از یک مبدا شروع میشه یک اتفاقی میفته حرکتی صورت میگیره بعد از اینکه اتفاقات متعددی میفته مجددا به همون نقطه اول بر میگرده. ولی شخصی که از این نقطه شروع کرده و حرکت کرده با شخصی که مجددا به اینجا رسیده کاملا متفاوته و این فیلم به زیبایی این قضیه رو برای ما نشون میده که آقای نسیم خاکسار علا رقم این که نویسنده بسیار خوبیه و اینجا تو این فیلم حتما مجالی نخواهیم داشت که در موردش صحبت بکنیم ولی عملا ما از نظر ساختاری میبینیم که یک ساختار بسیار منسجمی که یک آدم ایزوله شده یک آدم تنها یک آدم افسرده که داره بخشی از کتابش رو میخونه و این شخصیت خودش رو که داره به صورت نریشن روی افتاده شروع میکنه و دور میزنه مجددا سفر برعکسی انجام میده مجددا به همون نقطه میرسه ولی این آدمی که به این نقطه رسیده کاملا تغییر کرده یک آدمی که مثبت به نگاه نگاه کاملا گشوده به جهان داره و میخواد که زندگی رو مجددا با آغوش باز قبول بکنه و این از روانشناختی ساختار رو بتونی اینطوری منطبق بکنی با مفظ روانشناختی به نظر من بسیار کار عالی بود و در این حالی که از ویژگی های فیلم آقای شمس اینه که ما با شخصیت رو برو هستیم که تا مدت ها ساعتش به وقت ایران تنظیمه این به ما چی میگه؟ در واقع اون اتفاقی که اینجا برای نسیم خاکسار میفته با این اعترافی که میکنه این هست که در یک وضعیت برزخی انگار این نویسنده زندگی میکنه در یک شرایطی است که نه کاملا انگار در وطن هست و نه در غربت و تلاش داره میکنه که یک وضعیت بینابینی رو برای خودش بسازه انگار که خودش رو محبوس کرده در درون خودش و کسی که خودش رو محبوس میکنه در درون خودش خب طبعا چاره نداره جز نقب زدن و بیرون کشیدن آنچه که گذشته و ما در طول فیلم میبینیم که این اتفاقی است که میفته و او سعی میکنه که این خاطرات و گذشته رو برای خودش بازیابی کنه که در واقع به یه شکل دیگه یک وضعیت خیلی ویژه رو میسازه و اون این هست که در واقع نویسنده ای که در تمام طول طول درباره خودش و درباره همین وضعیت نوشته حالا باید یک روایت مضاعفی رو خارج از کتابش انجام بده که خودش چندین جا بهش اذعان میکنه که براش دشوار هست خارج از اثر ادبیش خارج از نوشتارش درباره این صحبت کنه اما در نهایت اون چیزی که از همه مهمتر است اینه که نه صرفا به عنوان یک مهاجر یا به عنوان یک تبعیدی به عنوان یک نویسنده و یک تبعیدی چاره ای نداره من حالا بعدا بیشتر توضیح خواهم داد جز اینکه برای خودش یک وطن سومی بسازه که میان غربت و وطن اولی خودش قرار بره خانم احمدی اشاره دارم به اینکه اما اون وطن سوم یا اون جای سوم وجود نداره و نویسنده یا هر کسی دیگه باید به با اون جایی که رفته بپذیره و اون شرایط رو برای خودش پذیرفتنی کنه و زندگی کنه در جامعه جدیدش خانم احمدی خب چرا این اتفاق نمیافته؟ به این نظر من نیست که حتما باید خودش رو با جامعه انتباق بده من معتقدم که کسی که میاد به عنوان یه هنرمند یا نویسنده و یا, یا فعال سیاسی اجتماعی این یا باید در واقع همیشه در رابطه با اون جامعه که ازش اومده فعال باشه نویسنده اون بمونه بنابراین باید بدونه که تو اون جامعه چی میگذره شرایط چیه نمیتونه از اونجا غریبه باشه و نویسنده اون مردم باشه که عموما این اتفاق نمیفته چون در اون دوران که ما اومدیم خب بیشتر مسائل سیاسی بود و حتی این نویسنده هم به, مس... به دلیل ما... در واقع سیاسی اومدن خب مشکل بود و نمیشد اه... یعنی نمیتونستن که برن و ببینن و بیان خب ترک کرده بودن یک راه حل دیگه اینه که شما قبول کنید که اون جامعه رو ترک کردید و مهاجرت تموم بشه بعد از اینکه شما اومدین به اون جامعه جدید و حرکت کنین و بریم به سوی اینکه زبان یاد بگیریم جامعه رو یاد بگیریم و بشین نویسنده یا بازیگر تئاتر یا هر چه دیگه هنرمند اون جامعه خیلی کار سختیه این کار خیلی کار سختیه برای اینکه مثل آدم میمونه که دوباره به راه رفتن یاد بگیره غذا خوردن یاد بگیره حرف زدن یاد بگیره کار بسیار مشکلیه راه دیگه اینه که در برزخ بمونیم یعنی نه این جامعه رو به درستی بشناسید نه با این جامعه خوب بگیرین نه با این جامعه یعنی زندگی کنید نه در اون جامعه باشین که این افسردگی از اونجا ناشی میشه من متاسفانه چیزی که در مورد بعضی از ایرانیان هنرمند دیدم این حالت برزخیه که بعد این حالت برزخی خودش به یه تقدسی میرسه و همیشه این درد وطن و یا اینکه در واقع مهاجرت مسئله ای بوده که کلا زندگی اینها رو زیر سوال برده و خود اون میشه خب جالبه خودش میشه یه مبحث برای نویسندگی اما سوال من اینه که چرا چرا به جلو نرفتن چرا این که مثل بسیاری از مهاجرین در جهان که شدن در واقع نویسندگان بسیار مهم اون جامعه ای که اومدن چرا این اتفاق برای ما نمیفته خب, خب به یه دلیل خب ممکنه دلیلش یه دلیل خیلی خاص باشه همه اینایی که خارج شدن به خصوص تو دو این دوره نمیخواستن خارج بشن خارج شدن فکر میکردن که خیلی زود بر میگردن و فکر میکردن که ادامه زندگی مبارزه یا هر چیز دیگریشون رو در اون سرزمین میخوان انجام بدن قصدی برای اومدن مهاجرت کردن و زندگی کردن در فرهنگ دیگه نداشتن به عبارت دیگه چمدون رو اینجا باز نکردن چون فکر میکردن خیلی زود برمیگردن ولی این اتفاق نیفتاد ولی این, این مثلی... باشه بله ولی که عموم کسانی که من الان در نظر دارم که شدن نویسندگان مهم اکثرا همچین شرایطی رو داشتن چون در اون زمان مهاجرت عموما به این دلیل بود که افراد ناچار بودن برن این مدلی که الان شما انتخاب میکنین مدل جدید مهاجرت هست مربوط به شاید از ده 15 سال اخیره ولی این عموم این افراد در واقع جون خودشون آوردن آدم های سیاسی بودن یا از شرایط بسیار بدی از جنگ اومدن و این مسئله هست که بله شما شاید هنوز امید این رو دارین که برگردین اما واقعیت اینه که چرا واقعگران نیستیم چرا بعد از پنج سال و شیش سال قبول نمی کنیم؟ که به هر حال اگر هم برگردیم امروزه در یک جهان جدیدی زبان جدیدی رو یاد بگیریم و دنیای جدیدی رو بشناسیم این به نظر من مسئله یه که باید خیلی بررسی بشه در رابطه با ایرانیان چون فکر میکنم که یه مسئله فرهنگی هستش به عبارت دیگه شما معتقدید که وقتی که مهاجرت میکنه از یک جایی به جای دیگه میری پشت سرت رو هم نگاه نکن و به اصطلاح فقط به روبرو نگاه کن اما تبعید به نظر میاد از این جهت با مهاجرت کمی متفاوت هست نه من همچین صحبتی نکردم من نه من, من, دارم نا. این رو میگم چون من دقیقا اتفاقا معتقدم افرادی که تبعیدی هستند انگیزه بهتری میتونن داشته باشن تا در جامعه جدید رو بشناسن چون عموما آدم های سیاسی اجتماعی هستند و اهمیت میدن به مسائل و فقط فکر در واقع زندگی شخصی خودشون نیستند اما تبعید از این جهت فرق داره با مهاجر به هر حال به چه تبعیدی چه مهاجر آقای شمس چه اتفاقی میفته برای نویسنده ای که در واقع ارتباطش با زبانش و پویایی زبانش قطع میشه و میاد یه کشور دیگه مجبور با اون زبان بنویسه من اجازه میخوام از دو تا تشبیه استفاده بکنم برای این مسئله مهاجرت یک جور سفر اورفواره اون افسانه معروف اورفه که از جه... به جهان مردگان میره تا یک محبوبی رو به جهان زندگان برگردونه دستور یک چیز مشخص است به پشت سر نگاه نکن نویسنده کسی است که حداقل برای یک لحظه به پشت سر نگاه میکنه و این به نظر من در بین تمام نویسندگان مشت... نویسندگانی که در تبعید یا مهاجرت هستن مشترک است چه نویسندگان سرزمین م... مبدع شده باشن چه نویسندگان سرزمین مقصد و وقتی که به پشت سر نگاه میکنه اون سرنوشت نفرینی او آغاز میشه به پشت سر نگاه کردن برای او یک وضعیت دوگانه ای رو به وجود میاره اول از هر چیزی ما باید بدونیم که نویسنده حتی در زبان خودش همیشه یک غریب است چون روشی که یک نویسنده در زبان زندگی میکنه روشی یک خارجی است یک کسی است که داره با زبان تجربه میکنه و،, و تازه داره باهاش آشنا میشه و مدام سعی میکنه اون رو بشناسه بنابراین این یک وضعیت همیشگی است برای نویسنده در هر وضعیتی اما مهاجرت و کوچ کردن و تبعید همیشه با مفهوم رنج در ارتباط است یاسپرس فیلسوف آلمانی یک صحبت جالبی راجع به مسیح میکنه میگه ایده مسیح در واقع در مفهوم رنج نهفته است و این رنج یک رنج هولناک و بی یک مفهوم یهودی است این مفهوم یهودی برای ما مشخص است که رنج یهودی رنجی است که متشکل از بردگی ظلم ستم دیدگی و در نهایت کوچ و تبعید است و در این وضعیت این این تبعید شرایطی خاص ایجاد میکنه شما از سه چیز عبور میکنی از سه چیز در واقع جدا میشی و در تبعید قرار میگیری برای مسیح مصلوب از وطن خودت از خیشان خود بیا و یاران خودت و از خدای خودت برای نویسنده هم همینطور از وطن خودش دور میفته از یاران خودش دور میفته و از خدا یا از زبان یا کلمه به مسابه خداوند خودش دور میفته و این اون خداوند است که اتفاقا او رو به این سرنوشت و چار کرده معمولا در نویسندگان تبعیدی کلمات اونها هستن که اونها رو محکوم به دوری کردن و اون کلمات اونها رو رها کرده چون منبع اون زبان و کلمه در جای دیگری است درست همونطور که مسیح در بالای سریب میگه که خدا یا چرا مرا رها کرده ای در چنین شرایطی همونطور که مسیح همه این چیزها رو در خودش دوباره مجبور بازآفرینی بکنه یعنی وطن خودش باشه خیشان و یاران خودش باشه و خدای خودش بشه نویسنده هم همین کار رو میکنه به خودش نویسنده... انسان در زبان اقامت داره و نویسنده در نویسنده در تبعید چاره نداره جز در اینکه در تن خودش اقامت بکنه یعنی وطن خو، تن خودش رو به وطن خودش به خیشاوند تنها خیشاوند خودش بدل کنه و کلمات تنها چیزی است که در این میانه او هم خدای خودشه همون کلمه رو با مسابه خدا مثل یک برفی در دست گرفته که مدام آب میشه و من معتقد نیستم که آقای خاکسار از یک تنهایی رنج میبره یا در یک افسردگی قرار داری که متعلق به قربت و مهاجرت تنهایی بخشی از زیست نویسنده شما اینو در درست هم میبینید که اصلا با یک وسواسی به دنبال تنهایی و سکوت برای نوشتن هست در این حال او رابطه ای داره با زبان خودش رابطه ای داره میگه که من تصمیم گرفتم که خاطراتی از اتریخ داشته باشم اما این به گذشته بازگشتن همیشه یک ویژگی خاص برای نوشتنه چون نوشتن همیشه در گذشته اتفاق میفته بسیار خب چرا این اتفاق میفته آقای فرهنگی این بحثی که خانم احمدی مطرح کردم با متعاقبش آقای شمس بحث درونی تحلیل درونی شخصیت نویسنده رو مطرح کردن ارز کنم خدمت شما که توی روانشناسی پدیدار شناختی یک اصلی هست میگن که وقتی که شما مهاجر یک کسیه که یک تو یک فضای حضور داشته بعد از اینکه به مهاجرت میکنه به مکان دیگه میره این حضور به قیاب تبدیل میشه و حضورش در یک بستر دیگه است من که تا دیروز در ایران حضور داشتم امروز با اومدن اینجا ایران در به قیاب تبدیل شده و این نوع روانشناسی بر معتقده که وقتی که ما عنصری رو به قیاب میسپریم دنبال چیزهای خوب در اون قیاب میگردیم و عملا اگر شکنجه شدیم اگر اتفاقات ناگواری تو اون سرزمین برای ما افتاده سعی میکنیم اونها رو فراموش بکنیم اما بوی کاگل بوی نمیدونم میوه هایی که اونجا میخوردیم و رفاقت هایی که میکردیم توی اون قیاب ما توی قیاب اون سرزمین سعی میکنیم که اونها رو به یاد بسپریم و در این حضور کما اینکه آقای نسیم خاکسار میگه میگه که من وقتی که وارد اینجا شدم یک دفتری برمی داشتم میرفتم توی خیابون و شروع میکردم یکی که مناظری رو که میدیدم مینوشتم گویا من میخواستم که اینها رو به حضور بطلبم گویا من میخواستم که اینها رو بپذیرم و وقتی که شما در حضور هستین طبیعتا زمینه که زیبایی ها رو میبینین زشتی ها رو هم میبینین مشکلات رو هم میبینین برای همین از نظر روانشناختی از نظر جامعه شناسی نمیدونم چه اتفاق میفته از نظر روانشناختی باید پذیر نیست ما نمیتونیم به یک شخصیتی بگیم که شما چرا اینطور مثبت نگاه نمی کنیم ما باید ببینیم که ببینید شما توی رفتار درمانی میبینید که یک فرد وقتی که یک اتفاق خاصی میفته مثلا اگر ما سه نفر آدم در یک آسانسوری گیر کرده باشیم یک وا... واقع هست. نتیجه واقع چه ممکنه من گریه بکنم ممکنه ایشون اصلا اهمیتی نده و ممکنه این خانم دنبال راهکار بگرده یعنی هر واقعی اتفاقی داره ولی متفاوت این تفاوت از کجا نشأت میگیره از اون باور نشأت میگیره باور هر فرد متفاوت با فرد دیگه است به خاطر همین هر تبعیدی هر مهاجر یک فرد یک انسانه این دنبال به فردیت خودش میگرده و من این این حق ندارم و نمیتونم بهش بگم که شما مثبت فکر بکن این مقوله شا... شاهکار این کارگردان اینه که این رو در مورد آقای نسیم خاکسار شروع میکنه تراپی کردن آقای خاکسار تک تک اینها رو م... چیزهایی که کارگردان به صورت قبط انگیزی بهش اشاره کرده اینه که در میزانسنها شما میبینید که آقای خاکسار داره از چیزهای بد هستی تعریف میکنه ولی میزان که داده ما رو به درخت رو به رودخونه است روی بستریه که بسیار زیبایی داره این رو در تمام فیلم می‌بینیم یک این دو این که با این که آقای خاکسار در سفر خودش داره از مناطق بسیار شلوغ و پرجمعیت می‌خواد رد بشه مثلا از ترن از جای دیگه عملا تنهاست تو هیچ کدوم از اینها شما نمی‌بینید دیگه دیگه‌ای مگر اینکه یک خانواده با حجابی که در یکی از پارک‌ها میاد و این دوربین برمیگرده به اون که اونم مفهوم خودش داره که من بهش نمی‌پردازم کارگردان به خوبی در مورد این آدم این اتفاق رو در انداخته و به نظر من برای اینکه این حضور رو ایشون در این سفرش مجددا میره ایران رو از قیاب به حضور میکشه به دخترش زنگ میزنه دخترش باش صحبت میکنه میبینه که نه این سرزمینی که در قیاب چیزای زیبایی داره همون سرزمین از تونل های متعدد که رد شده مذهب اومده درست نکرده اون یکی تونل رد شدیم درست نکرده و این سرزمین درست نشده پر از اندوه وقتی بر به مبدع خود خودش یک انسان دیگه شده یک انسان تراپی شده و درمان شده است حالا ب... نمیدونم تا چقدر میشه به اون گفت انسان تراپی شده و چقدر در واقع بحثی, بحثی که البته بحث ببخشین در مورد آقای نسیم خاکسار نیست در مورد فیلم مخاطی تب... و, با اون شخصیتی که در فیلم هست و چقدر این مد نظره فیلمساز این فیلم بوده در حقیقت آقای یانسن من فکر میکنم که اتفاقا یک امتیازی که داره یه نویسنده تبعیدی اینه که میتونه از اون تجربهی که در یک فرهنگ دیگه داشته استفاده کنه و در یک فرهنگ جدیدی و با دانش و اون تجربیاتی که تو فرهنگ جدید میگیره بتونه یه آثار جدیدتری رو خلق بکنه و مسئله این نیستش که اصلا یا گذشتش رو فراموش کنه به نظر من مثل مثلا میلان کندرا مثل بسیاری از نویسندگان مهم آمریکا که مهاجرت کردن بعد از جنگ جهانی یعنی در اون دوران اینها تونستن آثار بسیار خوبی رو خلق کنن تو رشته های مختلف هنری به خاطر اینکه اتفاقا تونستن از گذشته خودشون هم استفاده کنن ولی مهم اینه که در جا نزنه یعنی اون در واقع اون برزخ اتفاق نیفته و به نظر من در مورد نویسنده های ما بعضی این... تونستن این کار رو بکنن ولی متاسفانه بخشی از نویسندگان ما من اصلا نمیخوام بگم آقای نسیم خاکسار یا اینون ولی بخشی از نویسنده های ما نتونستن این جهش رو بکنن یعنی نتونستن با جامعه مهمان اونقدر جلو برن که بتونن به اون زبان بنویسن مسائل اون جامعه رو مطرح بکنن بلکه مسائل همیشه یا به خودشون برگشته و مسئله شخص خودشون و شرایط ذهنی خودشون یا به اون گو... مملکت یا در واقع گروه یا هرچی که از اونجا اومدن من فکر میکنم این مشکله چون در مورد چیزی که شما گفتین در مورد مسیح مسیح اوج هم میگیره یعنی از همه اون شرایط از همه اون تنها بودنها و دوباره ساختنها به اوج میرسه و اونجاست که من میگم که از اون رنجها و اونها شما بالاتر برین و در جا نزنین و توی برزخ نباشین و این لازمش اینه که شما بتونین اون جامعه جدید رو کاملا بشناسین و بهش اخت بگیرین و دوست داشته باشین همکار داشته باشین یعنی بتونین تو اون جامعه واقعا مثل اون افراد زندگی کنین البته من میدونم مشکل راسیسم از خارجی ستیزی است ولی این امکان وجود داره و برای بیشتر نویسندگان جهان این شرایط در واقع نامساعد وجود داشته ولی هنر اینه که از اونها بگذرین یعنی بتونیم رد بشیم و به یه چیز جدیدی برسیم هم ببخشید هم مشکلات گذشته هم مشکلات جدیدی که میاد بتونن در واقع انگیزه ای بشن به خاطر اینکه بتونیم یه اثرات بسیار ناب و جدیدی رو به وجود بیاریم و این اون چیزی که شما میگید در واقع چگونه بهتر از چگونه باشد به لحاظ جامعه ولی چگونه هستش اینه که به هر حال جامعه ای داریم از همه مهاجران جهانی که لزوما اینجوری نیست که همشون در واقع با اون جامعه میزبانشون ما به چی بهش میگن آمیخته شدن و مبتنی بر آرمان ها یا شرایط اون جامعه جدید حرکت کردن و عمل کردن توی همه جوامع دیده میشه همه مهاجران دیده میشه که انگار این, این ممکنه این اتفاقهای خوب یا نمونه های خاص هم اتفاق افتاده باشن که آدم های موفق بوده باشن اما لزوما من همه گیر نبوده در مورد این نه ولی بخان... خاص هم نبوده یعنی من فکر میکنم که اتفاقا خاص اونجایی میشه که شما بمونی و در جا بزنی و من فکر میکنم که دادن این تصویر از مهاجرت برای آدم های هنرمند یا برای اصولا منفیه یعنی منفی از این نظر که یک بود مثبت مهاجرت رو نشون نمیده و بود مثبت اتفاقا مهاجرت اون جایی که به شما امکان اینو میده که از یک محدودیت های فرهنگی که داشتین اصلا مسئله سیاسی اجتماعی نیست اون محدودیت های فرهنگی بیاین و جهانی فکر کنی یعنی این بخش مثبت مهاجرته مم. که من فکر می کنم کمتر روش تایید میشه و مهاجرت همیشه تنهایی و عزلت و غریبه بودن و نوستالژی اما این فیلم به حال درباره یک نفره و یک نویسنده است و اون نویسنده هم یک ابزارش به قولی اون تنهایی هست برای نوشتن یا به قولی اون رنجی که خلق میکنه که منجر به خلق اثر بشه حالا اون رنج ممکنه هر بحانهی براش وجود داشته باشه عشق، مهاجرت، قربت یا هر دلیل دیگری بخشی ممکنه من ناشی از اینها باشه ولی زمان گسترده نشه یا تعمیم پیدا نکنه به یک جامعه بزرگتر از اون نظر به ببینید که آقای شمس چی میگه یک ویژگی که به نظر من خیلی مهمه بهش اشاره بشه این است که نسیم خاکسار در جایی میگه که همه این حرف ها اگر نوشته نشه باد حواس و به جای دیگه میگه که این واژه ها این کلمات وقتی که وارد داستان میشن چیز شگفت میشه در واقع به یک نکته خیلی مهمی اشاره میکنه در رابطه ادبیات با،, با تاریخ و اون این هستش که ادبیات همیشه از جزئیات آغاز میکنه تفاوت ادبیات با تاریخ این است که تاریخ همواره کلی است مبتنی است بر یک سری عدد و رقم در صورتی که ادبیات از جزئیات شروع میشه در واقع روایت وقایع و فجایع و حوادث و هر چیزی برای ادبیات از یک از پاره شدن یک دکمه از یک مادری که در کنار یک نخل منتظر پسرش هست شروع میشه در که برای تاریخ از اعداد مکانها و زمانها فراتر نمیره در واقع ادبیات یک قضاوت اخلاقی یک حس اخلاقی رو به روایت تاریخی اضافه میکنه و فراتر از اون برای ادبیات فجایع و حوادث تنها یک عدد یک رقم و یک رخ داده در زمان و مکان مشخص هستن بلکه تک تک افراد و یک لحظه هستن که از طریق خاطرات و از طریق بازآفرینی و تخیل هستند که اینها دوباره ساخته میشن و فکر میکنم کنم که نویسنده در تبعید این رو همواره در هر حالتی به زبان اضافه میکنه بسی که داره حالا به چه زبانی می ولی این چیزی است که او همیشه بخورش با خودش به ارمغان خب خیلی ممنونم از فرشته احمدی از سوئد امید شمس و همطور حسن فرهنگی از لندن ممنون از حضورتون این برنامه خب شما چطور دیدید فیلم این هفته رو گفتگوی برنامه چقدر مفید بود از نظر شما از طریق راههای ارتباطی همیشگی ما که اینجا در حال زیر نویس شدن هست با اون بنویسید نظر و نقدتون رو و همچنین نظرتون درباره برنامه آپارات رو در ارتباط باشین با ما جزئیات بیشتر در مورد فیلم و فیلمساز هم در صفحه آپارات در وبسایت بی بی سی فارسی به آدرس bbcpersian.com/aparat یادتون باشه که امکانی برای ارثیه فیلم ها جهت دانلود وجود نداره اما برنامه آپارات حدود 6 بار در طول هفته در ساعت مختلف شبانه روز تکرار میشه در هر یکی از این ساعات متناسب با وقت خودتون میتونید برنامه رو از تلویزیون بی بی سی فارسی ببینید اما اگه دسترسی به تلویزیون هم ندارید میتونید از طریق پخش همزمان در وبسایت بی بی سی فارسی قسمت پخش زنده برنامه ها و یا در کانال یوتیوب بخش فارسی در همون ساعتی که برنامه پخش میشه برنامه آپارات رو تماشا کنید و اگر هم هر کدوم از اینها رو از دست دادید هر کدوم از این نمایش ها رو از دست دادید تا چهار ساعت بعد از نمایش اون برنامه هم همچنان برنامه قابل دیدن هست یعنی از قسمت پخش زنده همزمان در اینترنت میتونید تا چهار ساعت به عقب برگردید بنابراین دیگه امکان ندیدن فیلمها به حد میرسه توی هفته دیگه و ای برنامه ای دیگه به اتفاق میهمانان برنامه بترود و پاینده باشید دست شما در نکنه.